شما میتونید برنامه را در یوتیوب کانال آرتی اسپورت و فیسبوک آرتی اسپورت بیننده باشید. سر بزنید بر رسانه‌های اجتماعی ما آرتی اسپورت سرچ بکنید، برنامه بالا میاید و میتونید در یوتیوب آرتی اسپورت افتخار بنویسین و برنامه های افتخار از یوتیوب کانال آرتی اسپورت همچنان دنبال بکنید. باز هم ما میزبان دو ورزشکار دیگر در بخش مجدنی هستم. رقابت های گزینشی مجدنی کابل چند پیش رو اندازی شد و باز هم خوشبختانه با شناسایی چهره های برتر به پایان رسید. رو اندازی رقابت ها یک پشتیبانی خوبی برای تیم ملی مجدنی یا هم سایر رشته های مختلف در ورزش افغانستان محسوب میشه. انشالله که رقابت ها همین گونه دوام پیدا بکنه و یک پشتیبانی خوبی برای تیم ملی رشته های مختلف ما داشته باشیم. بیشتر صحبت میکنیم در همین مورد با استاد نصرالدین نوری و شفیق الله توتاخیل. استاد بسیار خوش آمدید به برنامه. خنده باشین. و همچنان شفیق الله توتاخیل هم در کنار ماست. بسیار خوش آمدید شما. سلام علیکم. من تشکر از شما، تشکر از تلویزیون ملی. شفیق الله توتاخیل هستم، یک تن از کلب اعداد الجهاد، شاگرد الحاج مستر خوشحال. بسیار خوب، بسیار خوش آمدید. استاد، به امروی رقابت های منتخب کابل که چند پیش رو اندازی شد صحبت بکنیم، که میان چقدر ورزشکار برگزار شد و چند چهره برتر در چند وزن به تیم منتخب کابل برگزیده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. البته که در حدود 180 نفر یا 200 نفر ورزشکار بود. بله. که در کلاس های وزنی 13 کلاس بود البته. بله. بین 13 کلاس این مسابقه برگزار شد. بسیار خوب. چقدر ورزشکار بود؟ 180 نفر. بسیار خوب. در چند رده سنی و وزن؟ رده سنی همش بزرگسال بود. بله. تیم ملی بزرگسال است. در رده سنی 19 و 20 و 22 و 23 و 24 تا 25 تا 45 سال 40 سال میتونه اشتراک کنه این مسابقه. بسیار خوب. ان شاء الله با خودت برمیگردیم استاد شفیق الله توتاخیل. در مورد بازی هایی که در زون در منتخب کابل انجام داد به ما میگه که با عبور از چند ورزشکار کدام عنوان کسب کردی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من مسابقه های خود در نونی حالان دو دفعه سوم شدیم، دو سال سر به سر سوم شدیم. در جوانان مقام دوم گرفتیم، باز در تیم ملی مقام سوم باز گرفتیم. باز در مسابقه های پروفشنال 5 مسابقه کردیم که 5 شب بردیم، یک تام در از پلیس خاص دو یک کپ یک ستاره گرفتیم که بعد از این کپ دو ستاره و سه ستاره است، بعد از اون سر کمربند فایت میکنم. بسیار خوب. در ورزش وزارت امور داخله. بله. بسیار خوب. در مورد رقابت هایی که چند پیش در کابل رو اندازی شده بود، رقابت هایی که استاد شرکت شما حضور پیدا نکرده بودین؟ من حضور نداشتم در مسابقه. یک چند وقتی پیش در مسابقه پروفشنال بود از وزارت داخله پلیس، باز دو پروفشنال بود اشتراک کردم که ورم بردم. بسیار خوب. انشالله به شما برمیگردیم، میریم با هم بسته تصویری که همکارا آماده کرده را با هم میبینیم. سری برمیگردیم. Thank you.
درود، برگشتیم و دوباره در حضور شما قرار داریم. شما بیننده برنامه افتخار به گونه زنده باز دریچه ملی اسپورت هستید. استاد، بیایم روی بازی هایی که همین اکنون در حال پیگیری است در ورزشگاه 2500 نفری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش کشور در رشته مویزنی صحبت بکنیم که این رقابت ها میان چقدر ورزشکار و در کدام رده سنی برگزار شده. این مسابقه مسابقات نونهالان ماست، البته که در رده سنی 13 و 12 بله برگزار شده. در حدود 200 نفر ورزشکار هستند. بله، بچه های نونهال سن 13 و 14. بسیار خوب. تنها ورزشکار های کابل هست؟ ها، ورزشکار های کابل هست. منتخب کابل نونهالش هستند. بسیار خوب. فقط به سطح کابل برگزار شده و ورزشکارهایی که در رشته مجزنی در کابل فعالیت میکنه حضور دارن. بله بله. بسیار خوب. خودتان قسمی که در بسته تصویری دیدیم یک باشگاهی هم دارین که تمرین میتین. بله. در رقابت ها ورزشکاران باشگاه خودتان هم حضور داره؟ بله، در ورزشکارهای خود ما البته که 7 نفر شاگردای خودم حضور داره که امروز امی اکنون در المپیک بودم در مسابقه که یک نفر ما باخت و 3 نفر دیگه ما برده که وسیم جان است و ابوبکر است و مجیب جان است. دیگرهاشون باز فردا مسابقه دارن. و در رده سنی 12 و 13 گفتین رقابت های گزینشیش چه زمانی برگزار میشه؟ گزینشی که برای تیم ملی مویزنی افغانستان برگزار میشه، دقیق آمار دستان است چه زمانی برگزار میشه؟ رقابت های دیگه که بچه ها یک دفعه انتخاب شد و از ولایت ها باز پس کل ولایت هم میطلبه سابقات سرتاسری میشه. بسیار خوب. ها، البته که بعد از این میشه انشالله. و شفقالو جان، یک عده از مدالان روی میز افتخار است که اگر بر کدامش بپردازیم از وقت برنامه فراز کوتاه صحبت میکنیم. روی یک مدالی که در اون قسمت قرار داره که از کدام بازی ها کسب کردی؟ او از مسابقه پروفشنال ماست که از پروان آمده بودن. مسابقه پروفشنال بود که در راوند اول نکاوت کردم، هم برم مدال داد هم برم کپ داد. در بخش مجتنی؟ در بخش مجتنی. بسیار خوب. و ورزشکار پروانی بود؟ از پروان بود. بله. بسیار خوب. انشالله که همین رقم پیروز باشی. کدام گفتنی باشه، پیام باشه استاد، میشه که به گوش مسئولان برسانی؟ گفتنی ما اینمی است که مسئولان ورزش بوکس، نه بلکه از همه ورزشکارا، باید که ورزشکارای ما را زیاد تشویق کنند و حمایه کنند. حمایه‌گر ورزشکارای ما نداره. بله. بچه های غریب است، بیچاره است. مثالش مسابقات میشه، دیگه میشه همه پول که مثالش در مسابقه یا در چیز از پیششون گرفته میشه، گرچه کاله که امارات خداوند خیر بده که پولم از پیش ورزشکارای ما نمیگیره. میگه که ما المپیک، میگه که مسابقه را بگیری، ما از جیب شخصی پولی خود میتیم مصارف ورزشکارای ما را. بله. دیگه ورزشکارای ما که هسته فعلا در افغانستان خوب ببینید که قدر قیمت نداره. اگر نه، در افغانستان خوب ورزشکارا داریم. بله. ورزشکارای داریم که حتی به سطح جهان می جنگن. که سیلاب نوری یک شاگرد ماست، اگر آن قریب دیده باشی، در مسابقات کسب سهمیه المپیک. بله. در جهان 3 تا یا 4 تا حریف خود برده و که تعریف فرانسوی بوده که البته که در اوجا که شکمه که چی شده بوده، مشکل چی قرار گرفته بود که راون 2 و 3 را برده بود، نمره شده اونجا خوردن. بله. سیلاب نوری، کسی که بخاطر کسب سهمی المپیک بازی میکنه، کسب شاگرد شما. شاگرد ما. بسیار خوب. انشالله که همین رقم
شاگردای خوب و ایدئالی را تقدیم جامعه ورزشی افغانستان بکنین. استاد در آینده بسیار تشکر از حضورتان. کدام گفتنی باشه شفیق جان؟ پیام می به دولت است که مکتبای دخترها را اعلام کنه و دیگه توجه زیادی به ورزشکارا مردم کنه. بسیار خوب. بسیار تشکر از حضورت. تشکر. از شما هم سپاسگزار هستم که تا این دم بیننده بودید. باز هم یک میان برنامه کوتاهی داریم. میریم و سریع برمیگردیم.